کپچر کردن ویدیو. قبل از اینکه بتوانید ویدیوی خود را ویرایش کنید، ابتدا باید آن را به هارد درایو کامپیوتر خود انتقال دهید. در حقیقت باید ویدیوی ضبط شده را کپچر کنید. کپچر اصطلاحی است که در دنیای NLA بسیار مرسوم بوده و غالباً به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها کاری که نرم افزار آموزش میکس و مونتاژ فیلم‌های خانگی در حین کپچرگیری ویدیوی دیجیتال انجام می‌دهد، این است که داده دیجیتال را در یک فایل ویندوز AVI قرار می‌دهد، بدون اینکه در داده اولیه تغییری ایجاد کند. کپچرگیری در دنیای آنالوگ به چندین مرحله نیاز دارد که عبارتند از انتقال، تبدیل، فشرده سازی و همزمانی. یعنی ابتدا باید صدا و تصویر دوربین را که به صورت داده آنالوگ می باشد به یک کارت کپچرگیری ویدیویی انتقال دهید. سخت افزار موجود در این کارت سیگنال شکل موجها را به داده دیجیتال تبدیل کرده و آن را با استفاده از روش کودک فشرده سازی می کند و سپس آن را به فرمت فایل AVI ذخیره می کند. سه سناریو برای کپچر کردن ویدیوی دیجیتال وجود دارد. نرم افزار میکس و مونتاژ فیلم های خانگی ابزارهای ارائه می دهد که به کمک آنها می توانید کار کپچر گیری را راحت تر انجام دهید. برای این منظور سه راهکار اصلی وجود دارد. شما می توانید کل نوار ویدیو را به صورت یک کلیپ طولانی انتقال دهید. همچنین می توانید از کلیپ طولانی استفاده کرده که نقاط اینپوت و آوتپوت در آن برای پردازش دسته و خودکار مشخص می شوند. و یا می توانید از ویژگی تشخیص صحنه در این نرم افزار برای ایجاد خودکار کلیپ های مجزا با فشار دادن دکمه پاوز و رکورد بر روی دوربین استفاده کنید. جهت کپچر کردن کل نوار، ابتدا دوربین را به کامپیوتر متصل کنید. سپس دوربین را روشن کرده و آن را در وضعیت پخش VTR و یا VCR قرار دهید. آن را در وضعیت کامرا قرار ندهید. همانطور که مشاهده می کنید، کادر محاوره‌ای دیجیتال ویدیو دیوایس نمایش داده می شود. بر روی گزینه Take No Actions کلیک کنید و سپس بر روی دکمه اوکی کلیک نمایید. دفعه بعد که دوربین را به کامپیوتر متصل می کنید، دیگر کادر ارتصال نمایش داده نخواهد شد. پس از آن برنامه مورد نظر را باز کرده بر روی گزینه Open Project کلیک کنید. در کادر محاوره Open Project بر روی گزینه Listen to کلیک نمایید. همانطور که مشاهده می کنید، فضای کاری این نرم افزار باز می شود. در منوی اصلی بر روی منوی فایل کلیک کرده و گزینه کپچر را انتخاب نمایید. همانطور که مشاهده می کنید، پانل کپچر باز می شود. در بالای پنجره پیش نمایش پانل کپچر می توانید مطمئن شوید که دوربین به صورت صحیح متصل شده است و یا نه. پس از آن نوار را وارد دوربین کنید. در قسمت تیپ نیم می توانید نام مورد نظر را برای نوار انتخاب کنید. نام مورد نظر خود را در کادر متن مربوطه وارد کنید.
فراموش نکنید هرگز نباید از یک نام برای دو نوار استفاده کنید. در پانل کپچر کنترل هایی وجود دارند که بسیار شبیه به کنترل های VCR می باشند و از آنها می توانید برای پخش حرکت سریع به جلو، حرکت رو به عقب، توقف کوتاه و یا توقف کامل نوار استفاده کنید. کنترل های پخش در پانل کپچر عبارتند از صحنه بعدی، تنظیم نقطه اینپوت، تنظیم نقطه آوتپوت، حرکت رو به عقب، حرکت سریع رو به عقب، حرکت رو به جلو، حرکت سریع رو به جلو، توقف کوتاه، توقف کامل، ضبط، صحنه قبلی، رفتن به نقطه اینپوت و نقطه آوتپوت، جاگ، شاتل و حرکت معکوس به صورت آهسته. شاتل یک اسلایدر به سمت پایین می باشد که به شما امکان می دهد تا به آهستگی و یا به سرعت در نوار به جلو و یا عقب بروید. کنترل جاگ در زیر دکمه شاتل قرار دارد. دکمه های استپ فوروارد و ریوایند هر بار یک فریم را رو به جلو و یا عقب می برند. شما می توانید نوار را به ابتدای آن یا به قسمتی از آن بیاورید که می خواهید ضبط را از آن نقطه شروع کنید. سپس بر روی دکمه رکورد و یا روی دکمه تب کلیک کنید تا ضبط آغاز شود. می توانید هم در دوربین و هم در داخل پانل کپچر تصاویر را نگاه کنید. پس از آن نامی برای کلیپ وارد کرده و بر روی دکمه اوکی کلیک کنید.